سال 2015 همزمان با خیزش گروه موسوم به دولت اسلامی یکی از مرگبارترین سالها برای اروپا بود. سال 2016 چه خطراتی در بر دارد و چطور باید با این تهدیدها مبارزه کرد؟ برای بحث در این باره به سراغ انجمن امنیت گلوبسک در براتیسلاوای اسلواکی آمده ایم و با ژنرال جان آلن هماهنگ کننده پیشین ائتلاف علیه داعش همراه هستیم. بسیار ممنون که در این برنامه شرکت کردید. خوشحالم که با شما هستم. با توجه به پیروزی‌های اخیر داعش، فکر می‌کنید برای درازمدت با این چالش روبرو خواهیم بود؟ باید باشیم و همچنین باید گفت مناطقی هست که داعش در آنها بردی ندارد. جاهایی هست که در آن شکست‌های چشمگیری خوردند. اما تفاوت جایگاه کنونی این سازمان و جایی که 18 ماه پیش در آن بود، ظهور ولایت‌های مختلفی است که از شمال آفریقا تا جنوب شرق آسیا امتداد دارند. این گسترش دردسرساز است. ما به دقت مراقب آن خواهیم بود و احتمالاً به شکل منطقه‌ای با آن برخورد می‌کنیم. اما فکر می‌کنم که چالش اصلی از سوی شبکه جهانی است که این ولایت‌ها را به مراکز عراق و سوریه پیوند می‌دهد. این مسئله است که باید واقعاً به دقت مراقب آن بود. آیا این گروه با توجه به سرکوب استحکاماتش در سوریه و عراق به وسیله شبکه جهانیش حمله خواهد کرد، مثلا در اروپا، چنان که اخیراً اتفاق افتاد؟ الان شاهد این مسئله هستیم. اتفاقی که می‌افتد دقیقاً همین است. هرچه بیشتر با آنها فشار بیاوریم، آنها بیشتر می‌خواهند این فشار را با حمله به جاهای دیگر کم کنند. مثلا به غرب اروپا حمله کنند تا مردم کشورهای ائتلاف ضد داعش را بترسانند. احتمالاً در پی ایجاد شکاف در ائتلاف یا دست کم اخلال در همبستگی آن هستند. باید انتظارش را داشت. این هم دلیل دیگری است برای درک این شبکه. با نگاه به سوریه و عراق تنها به این نتیجه می‌رسیم که تروریست‌ها در خلأ قدرت عمل می‌کنند و اگر بستر داغ تروریسم در بلژیک را ببینیم، جایی که دولت آن از نظر تأمین امنیت ناکارآمد است، به نظرتان تصادفی است که این گروه خودش را در آنجا جا داده؟ با خلای قدرت کمی فرق دارد. من فکر می‌کنم این گروه‌ها به دنبال شکاف بین کشورها هستند. شکاف میان قابلیت‌ها. احتمالاً قابلیت دستگاه‌های اطلاعاتی یا ضد تروریستی و وقتی بتوانند این شکاف‌ها را پیدا کنند که می‌توان آنها را نقاط ضعف نامید، به این منظور خواهد بود که از آنها به عنوان پایگاه‌های برنامه‌ریزی و تجهیز حملات احتمالی استفاده کنند. اگر به اشکال سنتی جنگ فکر کنیم، مثلا اگر یک حمله بنیادین به این خلافت صورت گیرد، چه اثری روی این شبکه جهانی که گفتید خواهد داشت؟ یک حمله بنیادین باید همه جانبه باشد. نمیتواند تنها علیه خلافت باشد، یعنی جایی که آن را هسته مرکزی در عراق و سوریه مینامد. بنابراین حمله بنیادین باید در پی آن باشد که همزمان با امتداد فشار بر هسته، شبکه جهانی را از هم بگسلد تا کلیت آن، یعنی ولایت‌ها و شبکه و هسته، همزمان زیر فشار قرار بگیرد. اما چطور ممکن است؟ چون وقتی به این شبکه نگاه می‌کنیم، به گروه‌های پنهان نگاه می‌کنیم. شما گهگاه با دشمنی نامرئی سر و کار دارید که با وجود تحت نظر بودن، در عین حال کار می‌کند و می‌تواند در خانه بمب بسازد. الان اینطور به نظر می‌رسد، اما هنوز داریم به وسیله دستگاه‌های اطلاعاتی منطقه که در همکاری با اطلاعات خودمان هستند روی این فرایند کار می‌کنیم تا این شبکه را بشناسیم. الان به نظر می‌رسد که نامری هستند. الان به نظر می‌رسد که همه جا هستند. حقیقت این است که با کار اطلاعاتی درست می‌توانیم آنها را پیدا کنیم و بفهمیم گلوگاه‌های ارزشمند یا شاهراه‌های اثرگذارشان کدامند. و آن حمله همه جانبه که شما از آن صحبت کردید، تلاش بیوقفه‌ای برای مختل کردن و از هم گسستن این شبکه است. پس آنها پیوسته در حال دفاعند، نه ما. این فرایند حالا ادامه دارد. ما باید از نظر اطلاعاتی روی شبکه کار کنیم و این کار تازه شروع شده است. انگار واکنش ما به این شرایط بسیار کند بوده. به سادگی باید گفت که باید در رویکرد سازمانیمان برای پیگیری این مسئله به درک این شکاف‌ها برسیم، یعنی تفاوت عملکردها و تفاوت میان سازمان‌ها. آیا از حملات راضی هستید؟
هنوز به مرحله حمله نرسیده ایم. کار لازم آن است که باید به شکلی جامع برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم اطلاعات مهم را با هم شریک شویم و با دستگاه‌های اطلاعاتی کشورها، مجریان قانون و دستگاه‌های ضد تروریستی همکاری نزدیک داشته باشیم تا با شناسایی این شبکه بتوانیم به شکل پیوسته به آن حمله کنیم. این امر مهم است و تازه در حال شکل‌گیری است. آیا در زمان تصدی سمتتان از کمبود مشارکت اطلاعاتی ناامید شده بودید؟ نمیگویم ناامید شده بودم، اما قطعا به این واقعیت توجه داشتم که نیاز به کار بیشتری داریم. آیا باراک اوباما تجهیزاتی را که برای مقابله با این گروه نیاز داشتید به شما داد؟ بله، اما فرایندی که الان در حال درکش هستیم، یعنی فرایند این شبکه، وقتی روشن شده بود که من داشتم از سمتم کنار می‌رفتم، اما از پشتیبانی ها راضی بودم. دیده ایم که تلاش های برای مذاکره با طالبان صورت گرفته، اما آیا اصلا جایی برای مذاکره با گروه موسوم به دولت اسلامی میبینید؟ فکر نمی کنم چنین چیزی در کار باشد. آنها پیوسته در حال حمله به غرب هستند. این بخشی از آموزه آنهاست. شما از حمله چند جانبه به این گروه صحبت کردید. با توجه به اینکه چنین کاری دست کم در کوتاه مدت بسیار دشوار است، چه پیشنهادی برای رهبران نظامی دارید؟ این مسئله در کوتاه مدت پدید نیامده و در کوتاه مدت هم از بین نخواهد رفت. دلیل اصلی این که اصلا داعش وجود دارد نارضایتی دراز مدت صدها هزار نفر است که به تندروی روی می آورند و در یک سازمان بنیادگراخانه می کنند. پس باید همزمان که با تهدید چنین سازمانی دست به گریبانیم، به علل زیربنایی آن بپردازیم که سبب انحراف و محرومیت چنین بخش های بزرگی از اجتماع در منطقه می شود. پس این یک راه حل بنیادین است و باید آن را تصدیق کنیم. باید برایش برنامه ریزی کنیم و باید در حالی که برای دفاع از خودمان با این گروه ها مبارزه می کنیم، یک رویکرد جامع را شروع کنیم که به عوامل زیربنایی هم بپردازد. آیا مطمئنید که می توان داعش را شکست داد؟ بله، چالش ما شکست داعش در فضای فیزیکی نیست. چالش واقعی شکست دادن داعش در فضای اطلاعاتی است. آنها پیامی بسیار قوی دارند. ما در یک سال و نیم اول ائتلاف سخت تلاش کردیم تا با این پیام مبارزه کنیم و فکر می‌کنم در آخر این چالش خواهد بود، یعنی هم پاسخگویی به عوامل زیربنایی و هم مبارزه مستقیم با آنها. و وقتی بتوانیم با آن پیام مبارزه کنیم و بر آن پیروز شویم، آنگاه داعش شکست خواهد خورد. جنرال جان آلن، many thanks for joining us on the program. Pleasure to be with you today. Thanks very much.